السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أن تغني بالهدى وألهمني التقوى. عزيزاني که با تلویزیون هستن، بحث را شب تاسوعا، تاسوعای 1394 گوش بدن. راجع به تاسوعا همین یک کلمه، امام حسین یک برادر داشت وفادار بود، یوسف 10 برادر داشت، بگید بی وفا. نکته دوم، حضرت ابراهیم خیلی کمال داشت. خداوند تو قرآن کمالات ابراهیم و هر چند تاشو با هم میاره، بعد میگه ابراهیم این بود و این بود و این بود، ابراهیم این بود و این بود و این بود. اما به وفای ابراهیم که میرسه فقط میگه ابراهیم وفادار بود، دیگه این بود و این بود و این بود نداره. یعنی کمال وفا رو میگه ابراهیم الذی وفا. ابراهیم کی بود؟ وفا، وفادار بود. یعنی وفای ابراهیم به تنهایی یه آیه داره، باقی کمالات چند تاش توی آیه است، ولی وفای ابراهیم تنهایی تو یک آیه است، ابراهیم الذی وفا. خیلی وفادار بود. راجع به وفا میشه صحبت کرد، راجع به پرچم و علمداری میشه صحبت کرد، راجع به بصیرتی که حدیث داریم ابوالفضل بصیرت داشت، راجع به بصیرت میشه صحبت کرد، راجع به شجاعت میشه صحبت کرد، راجع به مادرش، یک مادر یک روز 4 تا پسر از دست داد، 34 ساله، 24 ساله، 19 ساله، 21 ساله، 4 تا جوان کربلا. ابوالفضل تنها نبود، 3 تا برادرش هم بودن. و ام البنین هم مادر امام حسین هم میشد، چون وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها شهید شد، امیرالمومنین همسر بعد از زهرا ام البنین بود، مادر ابوالفضل. و این مادر ابوالفضل بچه های زهرا را بهتر از بچه های خودش بهش توجه داشت. اینا بره خونه که نامادری توشه یاد گیریم که ام البنین مادر ابوالفضل نامادری امام حسین بود، اما این نامادری بچه های فاطمه زهرا را از بچه های خودش بهتر مراقبت میکرد. خب ما چه کاری نمیتونیم بکنیم؟ یک سلام به ابوالفضل بدیم شب تاسوعا. السلام علیک یا ابوالفضل العباس، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. یک صلواتی هم هدیه روح ام البنین بکنیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من کسی نیستم، یه آدم معمولی ام، ولی به عنوان یه مسلمون تشکر میکنم از این حرکت نمازی که الان چند ساله در تاسوعا و عاشورا تو خیابونا میشه. فقط تذکری که دارم اینه که اگر نزدیک مسجده
نه مسجد تو مسجد بخونن. اینطور نباشه که مردم از مسجد بریم تو خیابون نماز بخونن. نماز جاش تو مسجده. اگر به مسجد دوریم وسط خیابون نماز بخونن. یک نمازتون هم مزاحم راننده ها نشه. ممکنه یه راننده یه کار عجله داشته باشه، یه راهی برای یه ماشین واز بذارید که راننده نیاد پشت فرمون بگه که هم کار دارم، مسافرم کار داره و هم رابندونه و نماز و ابوالفضل و عاشورا نمیشه حرف زد. یعنی مردم رو در فشار قرار ندید. فشار مردم اذیته. یه آیه داریم که کسانی که فشار به پیغمبر میارن، فشار روحی اذیته، میمدن خونه پیغمبر نهار پا نمیشدن برن. مثلا نهار بود تا دیمه غروب حرف زدن. آیه نازش عربی هایی که خونم قرآنه، فاذا طعمتم، وقتی طعام خوردید، غذا خوردید، فانتشروا، پاشید منتشر شید، پاشید برید. ولا مستأنسین لحدیث، نشینید اختلاط کنید. ان ذلك كان يؤذي النبي يؤذي اذیت، پیغمبر داره اذیت میشه، فیستحی، خجالت میشه بگه پاشید برید. این قانونه. مهمونی رفتید بعد از غذا پاشید برید، مگه که صاحب خونه تقاضا کنه بشین، وگرنه عرض کنم مثلا میگن عیادت بیمار رفتی به اندازه دوشیدن یه بزغاله، یعنی 5 دقیقه بشین. ممکنه مریض در یه حالتی باشه که نمیتونه روبرو شما بشینه، روش هم نمیشه. ملاقات عیادت 5 دقیقه، مهمونی نیم ساعت، 20 دقیقه. آیه قرآن است، اذا طعمتم فانتشروا، پاشید برید. اینا یؤذی النبی، این اذیت پیغمبر یعنی چه؟ یعنی اگر شما جوری نماز بخونید، جوری عزاداری کنی که اذیت بشن ماشیندارا، تاکسیدارا، مسافرا، این کار گناهش از عبادتش بیشتره. و با تشکر کنیم از این نماز تا سوا شورا و اینو هی رونق ببخشیم. ما با چراغ امام حسین خیلی کارها رو میتونیم بکنیم. این عاشورا مرکز یک جرقه هست. از این جرقه ما با جریان درست کنیم. در سایه کربلا و عاشورا خیلی کارا رو باید کرد. امام بنیانگذار جمهوری اسلامی انقلابش رو دوش کربلا گذاشت. یعنی پیام های امام، حالا شما بعضیاتون یادتون نمیاد، خب بعضیام یادشون میاد که امام پیام هایی که میداد به تاسو و عاشورا پیام میداد. من جوان بودم یادم، امام اعلامیه شد بره تاسو و عاشورا درست کرد. این اربعینش، خود انقلاب ما اربعین قم تبریز، اربعین تبریز یزد، اربعین یزد بابل، اربعین هم تو اربعین به اربعین. ما این حماسه ها رو نباید از بین ببریم. این شهدای مکه، جان باختگان مکه نباید این بره. کربلا یه خاطره نیست، تاریخ نیست، یک جریانه. قرآن میگه چیزایی که من میگم، قصه هایی که من میگم، فکر نکنید یه قصه بود گذشت. و کذالک نزل، کلمه کذالک این چه؟ یعنی جریانه، تاریخ نیست که گذشت. و کذالک نزل محسنین، یعنی اگر او خاطره که برای یوسف پیش اومد، اون مقامی که به یوسف دادیم، تو هم اگر مثل یوسف شی، اونی که به یوسف دادیم به تو هم بدیم. و کذالک ننجل مؤمنین، یعنی اگر یونس از دل ماهی نجات دادیم، تو هم اگر بگی سبحانک، تو هم از دل ماهی نجات میدیم. این کلمه کذالک تو قرآن زیاده. کذالک یعنی چه؟ یعنی قصه فردی نیست، عمومیه، لحظه ای نیست، دائمیه، جرقه نیست، جریانه. این ماجرای کربلا باز هر سال حماسش بیشتر بشه. بحثی که ما از جلسه قبل گفتیم، بحث عن معروف بود، دنبال اینو میخوام بگیم. چون امام حسین فرمود انی اريد ان امر بالمعروف، گفتن امام حسین میری کربلا چه کنی؟ گفت انی، موضوع بحث امر به معروف و نهی از منکر. خب جمله امام حسین، امام حسین علیه السلام بعضی ها می نویسن امام حسین این حدیث داریم، کسی که بنویسن امام حسین علیه السلام، تا مادامی که این کلمه رو کاغذ هست خدا به نویسندهش ثواب میده. وقت ما برای صرفه‌جویی میگیم این. گاهی وقتا ما عمرمون کلش آتش میگیره، صرفه‌جویی نمی کنیم. حالا به یه این که می رسیم صرفه‌جویی می کنیم. اینا سلب توفیق هست، صرفه‌جویی نیست. امام حسین علیه السلام فرمود انی، من
اريد و اراده کردم، تصمیم دارم. ان امر بالمعروف، من تصمیم دارم امر به معروف کنم. و انها عن المنکر، من تصمیم دارم نهی از منکر کنم. خب معروف چیه؟ اقامه حکومت، حق، حکومت حق. منکر چیه؟ رژیم بنی امیه. من باید بروم با خون خودم، با سخنرانی های زینب کبرا، امر معروف نهی از منکر بکنم. قرآن فرماد کنتم خیر امتن، بهترین مردم شما هستید به شرطی که امر معروف کنید. امیرالمومنین فرماد امر معروف مصلحتون للعامه، مصلحت عمومیه. البته امر معروف یه سری کاراشو باید خود دولت بکنه. اگر از من بپرسن بهترین معروف چیه، من این پیشنهاد میدم که آموزش و پرورش در 12 سالی که بچه ها دستشونه، تو این 12 سال یک مهارت هم یاد دیپلم ها بده، که دیپلم فلج، دیپلم بی مهارت، دیپلم بی خاصیت نشیم. اگر شغل استخدام گیرش نیومد، خودش بتونه دست به کاری بزنه، نون در بیاره، بره ازدواج کنه، بره زندگی تشکیل بده. دختره بتونه با مهارت خودش جهازی خودش درست کنه، منتظر وام پدرش نباشه. دانشجوی ما مهارتش کمه، دنبال کار میگردن، کار نیست، میخوان استخدام بشن، دولت هم نمیتونه استخدام کنه. الان ما 8 میلیون لیسانس اگر داشته باشیم، 8 میلیون لیسانس رو کدوم رئیس جمهور میتونه حل کنه؟ همه کارمند دولت هم برن خونه بشینن بازنشست بشن، 2 میلیون صندلی خالی میشه. شما 6 میلیونش رو چه میخوای بکنی؟ این خودباختگی بود دکتر منصرف. یعنی وقتی آدم خودشو باخت، مثلا فکر میکنه که اگر وصل به او بشه نجات پیدا میکنه. نه آقا، قرآن یه قصه داره، میگه نوح 950 سال تبلیغ کرد، عمرش میشه از 950، فقط 950 سال تبلیغ کرد، میگن عمر نوح همینه دیگه. آیه اومه که ای نوح، چیز دیگه به تو ایمان نمیاره، یه کشتی بساز، مؤمنین سوار کشتی بشن، من از زمین و آسمان آب میجوشونم، همه کفار غرق میشن. کشتی ساخت و مؤمنین به نوح سوار شدن، آب از زمین و آسمان جوشید و رفت زیر آب، نوح دید پسرش هم غرق میشه، گفت پسرم یا بنی بچه ارکب معنا، تو هم ایمان بیار سوار شو. قال سعاوی سع این کوهه، گفت سعاوی یعنی مأوا میگیرم، سعاوی الی جبل یعصمنی، من میرم سر کوه، کوه مرا معصوم، معصومه یعنی محفوظه. پسر نو گفت من اگر ببینم زمین آسمان آب میاد میرم رو کوه، رو کوه که رفتم غرق میشم. سعاوی الی جبل، الان سعودی دلش خوشه به این که آمریکا حفظش میکنه. آمریکا اگر میتونست کسی حفظ کنه، شاه رو حفظ میکنه. آمریکا اگر میتونست کسی رو حفظ کنه، شاه رو حفظ میکنه. بحرین دلشو به سعودی خوش میکنه، سعودی دلشو به اسرائیل خوش میکنه. اینا همه کوهه. این که میگن قرآن بخونید معنیش اینه، تدبر کنید، یعنی ببین بچه نوح فکر که در مقابل قهر خدا کوه نجات میده. مشکل ما مشکل اعتقادیه، فکر میکنیم اگر با خاندان مشهور پولدار زندگی مسعادتمند میشه. چقدر نمونه است که دنبال شهرت و پول رفتن و زندگیشون پر از نکبت شده. چه افرادی که دنبال پول و شهرت نبودن، زندگیشون خیلی به سلامت باشه. خواستگار بره دختره میاد، ازدواج بالاترین معروفه، امر معروف امر ازدواج. میگه نه، دختری به من نامه نوشته بود، خواستگارای زیاد داشتم، با هر که مشورت کردم گفت لیسانس رو بگیر، لیسانسمو گرفتم، خواستگارا کم شد، گفتن برو فوق لیسانس. فوق لیسانس گرفتم، دیگه کسی سراغ من نمیاد، حق طبیعی منو گرفتن. ازدواج حق طبیعیه، بعد از اکسیژن، بعد از اکسیژن و غذا هیچ نیازی مثل همسر نیست. قرآن میگه هن لباس لکم، لباس جایگاهش کجاست؟ اول اکسیژن، دوم غذا، سوم لباس. یعنی بعد از اکسیژن. معروف شغله، معروف مهارته، معروف ازدواجه. این میگم برای چی؟ برای که تا میگیم امر معروف، فکر میکنیم این معروفهای منکرای شخصیه. منکرای شخصی هم هست،
اما منکر ملی درس هست، مهارت نیست. وقت درس هم فایده نداره خیلی هاش. حدیث داریم پیغمبر ما هر روز میگفت اعوذ بک من علم لا ینفع، پناه میبرم از علم بی خاصیت. خیلی از اطلاعات هست که دونستنش هیچ خاصیتی نداره، ندونستنش هیچ ضرری نداره. وقت نتیجه اینه که صدها روز تعطیلی داریم، مهارت هم نداریم. یه ضمناً طرح تحول یه قدمه، مرد تحول پیدا کنیم. دیروز یه جای سخنرانی میکردم، 500 تا خانم بودن که همه رئیس مدرسه تیزهوشای کشور بودن. گفتم خانم ها یه چیز میگم، دروغ به من نگید. اگر صبح پاشید برید مدرسه، دیدید بارون رخته، کفشتون خیسه و کفش هم ندارید، کدومتون حاضرید با دمپایی برید تو مدرسه؟ یکی خدا میدونه به قرآن، یکی جواب نداد. خانمی که مدرسه رو تعطیل میکنه بره که کفشش تره و حاضر نیست با دمپایی بره، بگه خانم ها، دخترا عزیز، شاگرد عزیز، من کفشم زیر بارون بود، پا نکنم درس شما تعطیل میشه، پا کنم پام درد میگیره، من با دمپایم رو میدم. تحول این که کفشمون تبدیل به دمپای بشه نداریم. ما مرد تحول نداریم. ابوالفضل مرد تحول بود. شب تاسوعا بحثو کشوندید. الله اکبر. یه خیشاقم داشت تو لشکر یزید، بهش نامه نوش ابوالفضل، تو خیشاقمونی بیور، من برات امان نامه نوشتم که تو من حسینو ول کنم. اینو میگن مرد تحول. آب آورد به دهنش، تشنشه، گفت بچه های برادرم تشنه ترن، اینو میگن مرد تحول. اینو گمند بچه های امام حسین همه اهل تحول بودن. این خاندان امام حسین که کربلا شهید شدن، وقتی اسیر شدن تو کوفه و شام ازش پرسن وضع چجوره، فرمود الحمد، بچه کوچولو بود، این کلمه رو گفت، بچه کوچولو اینو گفت، گفت الحمدلله، نگفت 100,000 مرتبه شکر. آخه ما وقتی میخوایم خدا شکر کنیم میگه خدا 100,000 مرتبه شکر. 100,000 تا چیزی نیست، مشکره. 100,000 تا چیه؟ گفت الحمدلله عدد الرمل والحصى، به عدد دونه های شن الحمدلله، یعنی میلیارد میلیارد. اینو میگن بچه ما تحول، یعنی باباشو کشتن رو به. زینب مرد خانم این شخص تحولیه. چرا؟ برای گفتن اوضاع چجوره، فرمود ما رأیت الا جمیل، یعنی هر چی دیدم زیبا دیدم. اینا آدم تحولی هستند. پایانان مقام معظم رهبری فرمود ما گفتیم تولید علم، نگفتیم تولید مقاله. چهار تا مقاله نوشتن دلیل بر علم نیست. آدم پیدا کنید، مرد تحول پیدا بشه با دو صفحه میگه امام خمینی چند تا کتاب سیاست خونده بود. امام خمینی خودش مرد تحول بود. با 200 حاج احمد آقا میگفت امام 200 کتاب بیشتر نداره. با 200 کتاب دنیا رو تکو داد. ما بهترین کتابخونه ها و کامپیوتر و اینترنت ها بستیم، محلمون هم نمیتونیم تکو بدیم. گیر تو طرح نی، گیر تو آدمه. طرح تحول مهم نیست، مرد تحول مهمه. کربلا مرد تحول بود. یاران امام حسین 72 نفر بودن، نصف روز کاری کردن دنیا رو تکو دادن، نصف روز 72 نفر، اینا مرد تحول بودن. خب از برادر عزیزم استفاده کنیم، چند دقیقه آخر شب تاسوعا، نماز عاشورا تاسوعا فراموش نشه. طبل بی وقت نزنیم، مردم آزاری تو عزاداریان نباشه. بسم الله. السلام علیک ایها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين ای بخون خفته کنون در بر من، اومد کنار بدن غرق به خون عباسش. ای بخون خفته کنون در بر من، داد پیغام به تو دختر من. عباس جان گر نشد آب میسر گردد، ببینم چطور عرض ارادت تو نشون میدی
گر نشد آب میسر گردد به عموگو به حرم برگرده. به 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 شب تاسوعای قمر بنی هاشم ابوالفضله، اونایی که حاجت دارن، اونایی که درد دارن، گر نشد آب میسر گردد به عموگو به حرم برگردد. عباس جان حال برگو چه بگویم به جواب، که ببیند نه امو هست نه آب، که ببیند نه امو هست نه آب. ابوالفضل از دو عالم دست برداشت، از این دنیای پرغم دست برداشت، چنان گردید گرم عشق بازی که از دستان خود هم دست برداشت. اومد به سمت خیام، نوشتن سکینه سلام الله علیها، یه سوالی کرد عین عمی العباس، عمو جانم کجاست؟ مستقیمن جواب داده نشد. اومد عمود خیمه ابوالفضل خیمه خوابید، یعنی دیگه خیمه صاحب نداره. دلم میخواد دو سه دقیقه دستارو مرخص کنید، به سینه بزنید، به یاد دو دست قلم شده یه قمر بنی هاشم ابوالفضل بشینید. یا ایها الناس کنار ذریح عباس بشینید، یا ایها الناس کنار ذریح عباس، تا که دست جمع بخونیم با دو دیده پر احساس. بگو السلام علیک یا ابوالفضل، السلام علیک یا ابوالفضل، دوباره السلام دل ما در تب و تابه، تو حرم قحطی آبه، این همه گریه برای علی اصغر ربابه. بگو این همه گریه برای علی اصغر ربابه. ای عمو جان علی آروم نداره، ای عمو جان علی آروم نداره، نمدونه تا سحر دوم بیاره. بگو السلام علیک یا ابوالفضل، تموم شد. السلام نوای سینه پرغم فقط ابوالفضل است، یگان صاحب پرچم فقط ابوالفضل است، میان اون همه عاشق که جان فدا کردن ابوالفضل استش رو شما بگید. شهید خط مقدم فقط ابوالفضل. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا آن به آن بر عذاب کسانی که از صدر تاریخ تا الان حق پیغمبر و اهل بیتش رو ضایع کردن و قصب کردن و
مؤمنین را کشتن، آن به آن بر عذاب قاتلین بیفزا. امنیت کامل بر بلاد اسلامی حاکم بفرما. شر اشرار به خودشون برگردون. تمام کسانی که در طول تاریخ برای اهل بیت عزاداری کردن و الان نیستن، همه رو ببخش و با اهل بیت محشور بفرما. نسل ما را تا آخر تاریخ و خود ما را تا و نسل ما را تا آخر تاریخ بهترین مؤمنین و مؤمنات قرار بده. قلب امام زمان رو از ما راضی بفرما. اللهم صل علی محمد. بینندگان عزیز، برای شرکت در مسابقات هفتگی درس‌های از قرآن می توانید به یکی از این دو طریق اقدام کنید. 1. پایگاه اینترنتی درس‌های از قرآن کریم به نشانی www.qiraati.ir. 2. ارسال پیامک از طریق شماره 3114. برای این کار لازم است فقط گزینه صحیح سوالات اول تا پنجم را از چپ به راست در کنار هم قرار داده و به صورت یک عدد 5 رقمی بدون هیچ گونه توضیح به شماره 3114 پیامک نمایید. سوال اول: آیه 37 سوره نجم به کدام ویژگی حضرت ابراهیم اشاره دارد؟ 1. وفاداری. 2. بت‌شکنی. 3. ظلم ستیزی. سؤال دوم: امام حسین علیه السلام هدف قیام خود را چه کاری اعلام کرد؟ 1. امر به معروف. 2. نهی از منکر. 3. هر دو مورد. سؤال سوم: خداوند در آیه 53 سوره احزاب از چه کاری نهی می کند؟ 1. آزار رسانی. 2. بدزبانی. 3. بدرفتاری. سؤال چهارم: کلمه کذالک در قرآن به چه امری اشاره دارد؟ 1. وقایع تاریخی. 2. سنت های الهی. 3. حوادث آینده. سؤال پنجم: مادر دوم امام حسین علیه السلام چه کسی بود؟ 1. ام سلمه. 2. ام البنین. 3. ام کلثوم. صلي على محمد وآل محمد.